موجودیت قوتهای خارجی در افغانستان تایید ادامه جنگ است. حالا اگه خارجی در افغانستان نباشن، خارجی در افغانستان نباشن، ولی اینمی ما استاد، اینمی تو محصر ما و تو میریم اونمو یا چهار نفر برادرای ما که در اونمو ولایت هستن و او را هم من برشان گفتم، گفتم برادر عزیز شما این تصوره. یک روز یکی از امی خبرنگارا بود، یک کسی گفت که والله جنگ افغانستان، جنگ امریکا و اروپا و یا کس، جنگ از اینا با طالبا هست. ما گفتم نه، امیر شما را بازی دادن، دروغ گفتن. جنگ امریکا و اروپا، جنگ ناتو در مقابل طالبا نیست، جنگ یک ملت مسلمان است با یک ملت کفر. اگر تنها طالبا می بود خود هر روز تو اعلان میکنی که در فلانی جای اینقدر کشته شد. کلا میگه 50,000 طالب است. دمی 12 ساله که ما و شما لیست میگیریم، خاص 5 لک نفر زیاد هم خدا به لیست خود از هست طالبا کشته شدن. خی وقتی که 5 لک نفر طالب کشته شد و تو میگفتی 5000 سی 4 لک دیگه ایش از کجا شد؟ یعنی به اساس احسای خود ما یپ احساساتی نمیزنیم برادر، یعنی به اساس تحقیق. شما برین از کل امیدمی ولایت هستین، آیا کسایی که امروز می جنگن کل از یا طالب هستن و یا ملت از افغانستان است؟ یعنی بفرمایین احسایه را بگیرین. برادر خانه مردم بمبار کرد، سر ناموس مردم تجاوز کرد، خانه مردم چور کرد، در نیمه شب در بین خانهش داخل شد، کل ملت خسته در مقابل شما. برادر عزیز چرا خدا بازی میتی؟ چرا خدا بازی میتی؟ این خود نمیشه که تو به خاطر ازی که دان هر کس بسته بکنی. هر کسی که گفت نه، اگر گفت بله غلام هستم، او تایید است. اگر نه که نشد، باز بخی سر از او یک نام باد. سوا سر ما هم نام باد، سر از او هم نام باد، سر محصل هم نام باد، سر از او هم باد. خب ما ملت اینمی وطن هستیم و با موجودیت قوتهای خارجی مخالف هستیم. آیا کل کسایی که شما شهید ساختین، طفل معصوم در بینه؟ در بین بستره او کارت تحریک داره؟ جنگ بین مردم آزاد مسلمان، مردمی که میخواهن با استقلال زندگی بکنن، در مقابل یک قوت کفری طاغی سرکش دشمن خدا و پیغمبر است. حالا خب ما ایره بر تانکو که سلاح ما کو که مهمات ما در جای ناخونگیر هم نیست. حالا ما خب با زبان به عقل بر تو گپ میزنیم که جنگ تو جنگ در مقابل ملت است، در مقابل امت اسلام است که از دست تو تمام روز خون گریه میکنه. کل ازی طالب است، کل ازی القاعده است. ما ده پانتون و این محصلین این لیلی کل ما را خیلی بگی بمبارد کن بکش. آیا ما این ملت هستیم که برای تو واقعیت هم میگیم که آنچه که تو میکنی خیانت است، این جنایت است، این فروش وطن است، این مخالف عقیده ماست، مخالف آزادی ماست، مخالف فکر ماست، مخالف ایمان ما هست؟ میایم سر فشار امریکا. یعنی برای کسایی که دلیل میگن، برش میگم که یا اگر دو گروه هستی که غلام هستی، دو گروه هستی که وطنت در قصهش نیستی، در استقلال در قصهش نیستی، در ایمان در قصهش نیستی، کل چیز خدا به خاطر منفعت دنیا فروختی و در دامان از او انداختی، از تو خلاص است. اما گپ ما بر او مسلمانه که میگه من مسلمان هستم، من استقلال میخوایم، این وطنم است، از او پرسان میکنیم که برادر عزیز تو در مقابل از این سوالات چی جواب داری؟ در مقابل از این سوالات چی جواب داری؟ اگر سوال پیدا کردیم گفتم نیست، هم استقلال ما حفظ است که ابدا حفظ نیست. اگر خدا بازی میتیم دلتان، ایمان ما حفظ است که ابدا حفظ نیست. اونجا قرآن میگه لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، نص صریح است، ضرورت به اجتهاد نیست. لا یتخذ، نگیرن، المؤمنون
مؤمنان. الكافرين كافران، اولیاء جمع ولی از دوست. والله اینا که هیچ کس که قرآن هم صحیح نفهمان، کل کلماتش لا يتخذ نگیره. المؤمنون الكافرين الاولیاء